سلام عرض میکنم خدمت همه شما دنبال کنندگان عزیز، دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سرحال و سلامت باشید. توی این محتوا میخوایم در ارتباط با یه منطقه جغرافیایی در تهران حرف بزنیم که به نوعی کوچیک و بزرگ، پیر و جوان، خرد و کلان، ده ها ساله که نامش رو چندین و چند بار حداقل توی محاوراتشون و گفتگوهاشون شنیدن، حتی در بین جوک ها و شوخی هایی هم که بین دوستان و اعضای خانواده، اعضای نزدیک خانواده گاهی اوقات جریان داره، ردی از این مکان در بین شوخی هاشون میشه پیدا کرد. و اون مکان هم جایی نیست جز شهر نو، محله بدنام در جنوبی ترین نقطه تهران که زمانی محل اسکان و سرویس دادن کارگران جنسی و به نوعی فواحش بود. از اونجایی که این محل پس از پیروزی شورش 57 تبدیل به ابزاری برای دروغ پردازی و کوبیدن ناجوانمردانه و ساختن داستانهای سراسر کذب و غیر اخلاقی درباره خاندان پهلوی شد، میخوام توی این محتوا در مورد تاریخچه این مکان و افراد مطرحی که در شهر نو به نوعی اسم و رسم داشتن، مثل پری بلنده و اشرف چهارچشم و به حال افرادی مثل این، حرف بزنم با تکیه بر اسناد و روایات تاریخی دقیق و متقن. اما اینطوری میتونم در مورد شهر نو شروع کنم که در اواخر حکومت احمدشاه قاجار این محله که محله قجرها نام گرفته بود به جهت احداث دروازه قزوین دروازه نامیده شد. قلعه شهر نو ابتدا به دستور محمد علی شاه قاجار برای اسکان خانواده شاه ساخته شد و با نام محله قجرها نامگذاری شد. در اون زمان این محله در حومه شهر تهران قرار داشت. این محل در اواخر حکومت احمدشاه قاجار به جهت احداث دروازه قزوین دروازه هم نامگذاری شده بود و به دلیل اون که خارج از دروازه قزوین قرار داشت، به تدریج به مأمن خلافکاران هم بدل گشت. یکی از این خلافکارها محمود عرب نام داشت. محمود عرب علاوه بر قوادی چندین شیرکش خونه بزرگم توی این محل دایر کرده بود که به پاتوق شیرهی های تهران هم تبدیل شد و هنوزم پس از گذشت 70 و چند سال در پیاده روهای این محل افراد معتاد رو که خاطره ای تلخ از اون روزگاران سیاه هستن به وضوح در این پیاده روها مشغول مصرف مواد مخدرن. کم کم این محله که چندین خونه از اون هم متعلق به محمود عرب بود به نام گذر حاج عبدالمحمود هم معروف شد. در اوایل حکومت رضاشاه کبیر اداره امور این محل به عهده شخصی به نام زال محمد قرار گرفت که به واسطه ایادی خودش زنان و دختران اطراف و اکناف تهران رو و از شهرستان ها حتی فریب میداد، میرو بود و به این محل می آورد و در اختیار افراد خوشگذرون قرار میداد. کمی بعد رضا شاه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری سفلیس دستور جمع‌آوری فواحش و تخریب زاغه ها و آلونک های گذر حاج عبدالمحمود رو صادر کرد و یه فردی به نام قوام رو مأمور بازسازی خونه های اون محل کرد. در این میان شخص زرتشتی به نام ارباب جمشید که از تجار موفق کشور هند بود، هزینه احداث ده ها خونه به منظور اسکان زنان فریب خورده و بی سرپرست رو قبول کرد و به منظور تأمین مخارج اونها و بچه هاشون ده ها باب مغازه رو نیز توی این محله احداث کرد تا این زنان مجددن به واسطه فقر اقتصادی به راه خطا کشیده نشن. با نوسازی محله تجارت سکس اما رونق تازه‌ای پیدا میکنه و به پاس قدردانی از ارباب جمشید این محله به محله جمشید هم
نامگذاری میشه که تا بعد از پیروزی شورش 57 هم این محله رو رسما ارباب جمشید یا محله جمشید مینامیدن. احداث خونه های جدید، وسیع و آسفالت دو تا خیابون جدید باعث شد که اسم شهر نو رو هم روی محله جمشید بذارن و به پاس زحمات قوام یکی از خیابونای این محله بدنام رو هم به نام قوام نامگذاری کنن. در زمان جنگ جهانی دوم که ایران و تهران توسط نیروهای متفقین اشغال شده بود، محله شهر نو تبدیل به پاتوق سربازان انگلیسی و آمریکایی شد. البته نیروهای اتحاد شوروی هم توی این محل کم و بیش حضور داشتن، اما به سبب انضباط آهنینی که استالین بر ارتش سرخ حاکم کرده بود، اساساً جرأت حضور در همچین محلی رو نداشتن، چون اگر توسط فرماندهانشون در این محله دستگیر می شدن، بدون شک سرنوشتی جز تیرباران نداشتن. با اونکه پلیس نظامی متفقین موسوم به MP در محله شهر نو خیابونای اطراف محله جمشید مستقر بود، مهازا تعدادی از سربازای آمریکایی و انگلیسی به دست مردم تهران که نمیتونستن شاهد عیاشی اجنبی ها در میهن خودشون باشن، در همین محل به قتل میرسن. به همین دلیل هم سربازان متفقین تعدادی از خانه های شهر نو رو با تانک خراب کردن و 3 نفر از صاحبان خونه های فساد و سردسته های شهر نو رو هم که سربازان آمریکایی و انگلیسی در خونه های اونها به قتل رسیده بودن، در وسط شهر نو اعدام کردن. توی اون دوره جنگ زدگان لهستانی هم در ایران حضور داشتند و در محل فعلی کارخونه برق یا میدون شهدای تهران یا ژاله سابق نگهداری می شدن. آمریکایی ها تعدادی از این زنان بخت برگشته و جنگ زده لهستانی، به خصوص اونهایی که در طول جنگ خانواده های خود را از دست داده بودند و با 1، 2، 3، 4 بچه اکثرا گرسنه بودند، با دادن وعده وعید به محله شهر نو میارن تا عیش و عشرت سربازاشون رو بتونن تکمیل کنن. بعد از پایان جنگ و خروج متفقین از تهران، این زنان بدشانس و بخت برگشته لهستانی حتی تا چند سال بعد هم توی شهر نو باقی موندن و کوچه لهستانیا در انتهای خیابون دوم شهر نو به نام لهستانیا معروف شد. همونطور که عرض کردم، برای زنان شاغل در شهر نو هم در این اواخر توسط دولت کارت ورود صادر می شد. روال صدور کارت ورود برای این زنان در شهر نو جهت روسپیگری اینطوری بود که از سوی سازمان ها و نهادهای مختلف زنان اول مورد مصاحبه قرار می گرفتن و بعد به کلانتری 15 که پاسگاه همون شهر نو بود، جهت تصمیم گیری نهایی و صدور کارت معرفی می شدن. یکی از همین معرفی نامه ها رو که توسط خبرگزاری کار یا ایلنا منتشر شد ملاحظه می کنید. در بالای اون نوشته شده عنوان شورای زنان ایران، کانون بهزیستی و همون مددکاری اجتماعی که در عنوان این برگه دیده میشه، که در اون فردی که مسئول مصاحبه بوده به کلانتری 15 گزارش داده که به اتفاق 2 نفر از خانومهای عضو کانون فلان نام افراد قید شده و گفته که باشون مصاحبه کردیم، مشارون الیه 14 ساله که در آبادان فاحشه است و اظهار میداره چند روز بیشتر نیست که به تهران اومده. عیناً جهت اخذ تصمیم معرفی میشه تا اگر کلانتری صلاح بدونه اجازه ورود به قلعه صادر بشه. واقعا دوستان، وقتی حالا این سیستم هر چقدر هم اساسا کارگران جنسی اگه بخواید علاوز اخلاقی و انسانی بهش نگاه بکنید، مخصوصا دوستانی که اخلاق مدار و انسانگرا به خیلی از مسائل نگاه میکنن، واقعا شاید دردناک باشه. اما وقتی از یه منظر دیگه بهش نگاه میکنید، اینکه به هر حال حکومت یه جای مخصوص، یه مکان مخصوصی رو برای چنین زنانی که نمیتونیم چشممون رو مثل جمهوری اسلامی بر روش ببندیم و بگیم وجود ندارن،
به هر حال تعبیه کرده و مطمئنن این زنان بیدلیل به وجود نیومدن، قاعدتا مشتری داشتن که به وجود اومدن و مخاطب داشتن و این مخاطبانشون هم تو همون محله خاص توسط همین زنان بهشون سرویس داده می شده. اما متاسفانه جمهوری اسلامی با چشم بستن و انکار کردن غریزه جنسی انسانها تمام ایران رو به نوعی تبدیل به شهر نو کرد و در هر خیابان و کوچه ای این کارگران جنسی متاسفانه مشغول سرویس دادن هستند. یکی از نکات دردناکش اینه که متاسفانه به واسطه اینکه اینها خب شناخته شده نیستن، خب در پیشونیشون که نوشته نشده که من کارگر جنسی هستم. کافیه خواهر ما، مادر ما، قاعدتا دیدید برای خیلی از خواهر مادر خودمونم مطمئنا اتفاق افتاده، اگر برای برادرشون یا شوهرشون حتی تعریف نکرده باشن که ده ها بار کنار خیابون وقتی ایستاده بودن منتظر تاکسی، منتظر اتوبوس، عالم آدم مزاحمشون شدن، بوق بوق بوق، که اینها رو حالا با اون کارگر جنسی اشتباه گرفته بودن و به هر حال این قضایای تلخی که ما در خیابان ها هر روز میبینیم. یکی دیگه از اثرات سوء جمع کردن چنین محلاتی توسط جمهوری اسلامی همین عدم امنیت برها خانوم هایی بوده که جزء کارگران جنسی نیستن. اما اونچنان که در تاریخ به خصوص تاریخ معاصر نوشته شده، شهر نو در بعضی از مقاطع تاریخی نقش مهم می داشته، به خصوص در اونچه که به نام کودتای 28 مرداد بعضی از ملیگرایان ازش یاد می کنه. تصویری که ملاحظه می کنید مربوط به 28 مرداد سال 32 هست و در این تصویر زنی چماق به دست رو که در رکاب اتومبیل ایستاده رو ملاحظه میکنید که داره فریاد میکشه و جزء باند شعبان جعفری است و به هواخواهی از شاه فقید برها در خیابانها در اون تاریخ اومده بودن. من دیدم که بعضی ها از این خانوم به نام پری بلنده یاد کردن، در حالی که پری بلنده علاوه سن و سال اصلاً به کودتای 28 مرداد نمیخوره. این خانم نامش ملکه اعتزادی است که از معروفترین دلالان و خانم رئیس های شهر نو بود که نقش بسیار مهمی هم در کودتای 28 مرداد از جهت برحال خیابانی به همراه شعبان جعفری و تیمش داشت. ملکه اعتزادی در دهه 30 زن پرطرفداری بود و با دربار هم رابطه خیلی خوبی برقرار کرده بود بعد از کودتای 28 مرداد یا قیام ملی 28 مرداد و تونسته بود که در چشم به هم زدنی از لباس سنتی ایرانی و همین لباسی که به هر حال ملاحظه میکنید چادر به کمر ببنده، تبدیل شده بود به خانومی که موهاش رو رنگ میکرد و با لباسهای به اصطلاح آلامود حتی در بعضی از مهمونی های دربار هم حضور پیدا میکرد. یه پری مهم دیگه هم البته در کودتای 28 مرداد حضور داشته که نامش پروین آژدانقزیست یا پری آژدانقزیست، که البته نام اصلیش هم رقیه آزادپور ثبت شده و او کسی بوده که در زندان به ملاقات شعبان جعفری میره و نقش اصلیش هم نقش رابط بوده بین شعبان جعفری و نوچه هاش برای حضور در قیام ملی 28 مرداد. پری آژدانقزی هم البته مثل ملکه اعتزادی بعد از 28 مرداد 32 کلی بروبیا پیدا میکنه و کارت ویزیت حتی چاپ میکنه و به پشتوانه شهرت خودش و پدرش که بازنشسته شهربانی بود برای معافیت از سربازی و این طورکارا حتی کارت چاخونی هم میکرد. و همونطور که عرض کردم در 28 مرداد سال 32 خبری از پری بلنده نیست، اما در افسانه پردازی های بعضی از مورخان همه زنهای بدنام در کودتای 28 مرداد رو با نام پری بلنده به من و شما متاسفانه معرفی کردن. مهدی بازرگان در مورد وقایع مربوط به 28 مرداد 32 در خاطراتش چنین روایت میکنه که در آن روز کزا در منزل آقای دکتر صحابی در خیابان امیریه بودیم. در آنجا اتوبوسی رو دیدم که از طرف شهر نو می اومد و عده‌ای زنهای معلوم الحال شعار به نفع شاه می دادن. عمل و حرکت اون زنهای روسپی رو البته نمیتونیم قیام ملی بنامیم و به طریق اولا
زنهای روسبی احساس ملی و قیام سرشون نمی شده و مسلماً مزدور و اجیر شده بودن. بعد از 28 مرداد 32 نخست وزیر جدید فضل الله زاهدی سهم زنان شهر نو که به هر حال بهش کمک کرده بودن رو هم میده و دیواری هم همون موقع یعنی تو سال 32 در اطراف این محله میکشه و پاسگاهی از سوی شهربانی هم در مقابل در ورودی شهر نو قرار میده. تصویرش رو ملاحظه میکنید تا به هر حال با امنیت بیشتری افرادی که در درون شهر نو کار میکردن بتونن به کارشون ادامه بدن. به دلیل همین کار فضل الله زاهدی بود که توی یه برهه محله شهر نو حتی با نام قلعه زاهدی نیز معروف شده بود. حتی ملکه اعتزادی که تصویر تاریخیش رو بر رکاب این اتومبیل ملاحظه کردید پس از تصرف رادیو تهران در روز 28 مرداد به سخنرانی در رادیو میپردازه به نفع شاه و علیه مصدق. حتی در یکی از جلسات دادگاه محمد مصدق همین خانم اعتزادی ملکه اعتزادی رو به عنوان شاهد در یکی از جلسات دادگاه میارن و ایشون هم شهادت میده، در حالی که مصدق مشغول دفاع از خودش بوده و به دلیل سردی هوای سالن میلرزیده. ملکه اعتزادی در قسمت حضار از جاش بلند میشه و خطاب به مصدق میگه آقای دکتر مصدق، شما که ادعا میکردید بیدی نیستید که از این بادا بلرزید، حالا چرا از هیبت دادگاه میلرزید؟ مصدق هم در پاسخ به ملکه اعتزادی میگه که عفیف خانوم، منار جنبان هم قرنهاست میلرزد ولی پابرجاست. و به هر حال این هم نقل قول جالب تاریخی بود از جلسه دادگاه محمد مصدق. اما سرنوشت شهر نو وقتی که رنگ و بوی شورش 57 به سمت و سوی بهمن ماه کشیده میشه، متاسفانه باید عرض کنم که تلخ میشه و دلیل تأسفم رو هم حتما خدمتون عرض خواهم کرد. اما دوستان قبل از اینکه بخوام به سرنوشت شوم شهر نو بپردازم، باید خدمتون عرض کنم که در ادبیات ایران واقعا نمونه‌های قابل اعتنایی که بتونیم به شکل مستقیم به جهان تنفروشان و کارگران جنسی و البته شهر نو به عنوان مرکزی برای تمرکز این کارگران جنسی در دوران پیش از انقلاب و اوایل اون بپردازیم، به تعداد انگشتان یه دست هم نمیتونیم پیدا بکنیم. اما کتابی رو دکتر محمود زند مقدم به نام شهر نو منتشر کرده و نوشته. این کتاب که طرح جلدش رو ملاحظه میکنید طرح جلد ساده‌ای هم البته داره و کتاب واقعا اساره ای از اتفاقات تاریخی اون دوره در شهر نو هستش که با قلم توانای محمود زند مقدم ترسیم شده. در جلد این کتاب ملاحظه میکنید که زنی چادری در بستری از آجر شکل گرفته و حفره‌ای هم در درون این زن باز شده تا به زعم نویسنده مردانی از قماش مختلف از کارگر تا ملا بتونن وارد این حفره بشن. این کتاب که خب طبیعتاً در ایران امروز امکان چاپ نداشته، توسط خانه و هنر ادبیات گوتنبرگ و کتاب ارزان استوکهلم در سوئد چاپ شده و ظرف مدت کوتاهی هم به چاپ دوم رسیده. زند مقدم همونطور که عرض کردم توی این کتاب بی‌بدیل به بعضی از اتفاقات تاریخی و همچنین فضای داخلی شهر نو و بسیاری از مطالب مربوط به شهر نو اشاره کرده. در قسمتی از این کتاب به بررسی جغرافیایی محله شهر نو پرداخته. توی صفحه 12 این کتاب محمود زند مقدم در مورد نامهای رایج قلعه برای خانوم‌ها اینطور نوشته که نامهای رایج قلعه برای خانوم‌ها بیشتر اینها هستند: شهین، مهین، فرشته، سوسن، گلی، تامارا، پری، هما، اقدس، بتول، شهلا، شمسی، پریوش، مهوش، جیلا. و برای مردها هم اسمال، عبدال، اسقر، میتی، قاسم، زینل، مملی، عباس. بعد مدتی هم لقبی میاد دنبال نام، مانند شهین اسمال آقا، یعنی شهینی که روزگاری رفیق شخصیش اسمال خان بوده و این اسمال خان هم باید یکی از یکه بزنهای شهر نو باشه که سرانجام یا در یک بامداد به دار آویخته شده
در حکومت جدید آخوندا یا تبعید شده و آخر عمری پس از سالها گردن کلفتی و بزن بهادری به جرم حمل چند خشخاش تریاک به زندان افتاده یا برعکس مثل بسیاری از قدار بندهای اون دوران عاقبت به خیر شده یا کمیته چی شده یا مال و مکنتی به هم زده و ویلایی و اتومبیلی و در شمار سران مملکت در اومده. البته بیشتر نام زادگاه خانوم ها با مرد ها براشون لقب هم میشه، مثل پری قزوینی، شهین ترکه، مهین رشتی، شمسی بابولی یا یکی از صفات و خصایص چشمگیر و درشتشون مثل اسمال شاسی بلنده، یعنی اسماعیلی که بلند بالاست، یا اسقر کوتوله، یا مهدی فورد، یعنی همون آقا مهدی که روزگار جوانی چند سالی راننده یه ماشین فورد بوده. حسین خان شازده، یعنی حسین خانی که تنبل و بیکاره. البته شازده در اینجا در اصطلاح شازده های عهد قجر هست. اما دوستان در تاریخ دوشنبه نهم بهمن 57 در آستانه پیروزی شورش سال 57 بخش وسیعی از تهران همچون تمام این روزهای ماهای اخیر که به هر حال خیابون‌ها شاهد ناآرامی و خشونت و آتش‌سوزی و تخریب بودند، آتش خشم این به اصطلاح انقلابیون توی این روز یعنی نهم بهمن با حمله به کارخانه آبجوسازی شمس شعله‌ور میشه و در عصر همون روز به شهر نو، این محله بدنام در تهران، هم افرادی به اصطلاح انقلابی در حالی که به بازوهاشون بازوبند بسته بودند که تصویر خمینی بر روش منقش شده بود، شروع به آتش زدن این محله کردند. روزنامه اطلاعات در گزارشی از اتفاقات اون روز این چنین می نویسه که بعد اینکه این افراد به اصطلاح انقلابی حمله می کنند به آبجوسازی شمس، کاباره شکوفه نو و برخی اماکن معروف جنوب شهر تهران، اونها به سمت شهر نو میرن و با آتش سوزی ساعتها محله های مختلف شهر نو رو آتش میزنن و خاکستر میکنن. این روزنامه مینویسه که ماموران آتش نشانی که پیرو اعلامیه قبلی خود ضمن اعلام همبستگی با مردم اعلام کرده بود از خاموش کردن آتش هایی که مردم نخواهند خودداری خواهند کرد، اقدامی برای خاموش کردن این آتش ها صورت ندادند. اما تعداد دقیق کشته شدگان آتش سوزی محله شهر نو یا همون قلعه در تهران در این روز شوم مشخص نیست. اما روزنامه اطلاعات در همون گزارش به نقل از شاهدان عینی از کشته شدن 2 تا 3 نفر از زنان تنفروش و مجروح شدن تعدادی در جریان حمله این افراد خبر میده. البته این کار این افراد که در آتش زدن شهر نو دست داشتن در روزهای بعد به تایید افرادی مثل آیت الله طالقانی هم نمیرسه و این حرکت رو محکوم میکنن. حتی آیت الله طالقانی اطلاعیه جداگانه‌ای درباره این موضوع میده. توی این اطلاعیه البته طالقانی مینویسه که این حرکت یعنی آتش زدن شهر نو به تحریک عمال مزدور و کثیف رژیم، صاحبان قمارخانه ها و باجیرهای محله بوده که عده ای از برادران معصوم و بیخبر مسلمان رو تحریک کردن که به این محله حمله بکنن و خب این اتفاق بیفته. در ادامه هم نوشته که ساکنین قلعه محکومین نظام فاسد استعمار هستند، باید به اونها کمک کرد و این حرکت رو توطئه ناجوانمردانه بر علیه جوانان مسلمان میخونه. کامران شیردل، فیلمساز، عکاس و مترجم و از افراد مؤثر در جریان موج نوع سینمای ایران، از جمله شاهدان این حمله وحشتناک به محله قلعه تهران بود که عکس‌ها و فیلم‌هایی هم از اون اتفاق تلخ گرفته. ایشون سال 45 فیلم قلعه رو ساخت که حاوی گفتگوهای ایشون با کارگران جنسی شهر نو بود که البته در میانه فیلم برداری این فیلم توقیف میشه. البته این فیلم بعد انقلاب با عکسای کاوه گلستان تکمیل شد
و در جشنواره های مختلفی هم به نمایش در اومد. اما کامران شیردل گفتگویی با رادیو فردا انجام داده درباره مشاهداتش از روز حمله به محله قلعه و اتفاقاتی که به چشم خودش دیده بود. ایشون اینطور گفته به رادیو فردا که روزی که ما در تو انقلاب داشتیم، یعنی من داشتم فیلم برداری و عکاسی تو خیابونا میکردم، من در میدان 24 اسفند بودم که الان شده میدان انقلاب، و اون روزا موتوریا، یعنی اینا که موتور سوارا، خبرهای شهر رو به ما عکاسا و خبرنگارا میرسوندن. یادم میاد یه موتوری آمد، البته ما دود و آتش رو کلا از دور میدیدیم، منتها نمیتونستیم حس بزنیم این دود و آتش مال کجا میتونه باشه. تا اینکه یه موتوری آمد، گفتم این دود از پایین میاد، چون این درست میشه بالای خیلی بالاتر از شهر نو در واقع. گفتم دود مال کجاست؟ گفت مگه خبر نداره شهر نو رو آتیش زدن. من اصلا باور نمیکنم، گور گرفتم، یعنی از شدت هم ناراحتی هم شوکه شدم. و یادم میاد با یکی از دوستانم بودم که با من راه میومد، به هر حال این آقا گفتش که این دود از شهر نو بلند. این دوست که یه خود از من جوانتر بود، من موقع 39 سالم، ولی خب خیلی قبراق و سرحال بودم برعکس الان. گفتم که ببین من میدوم از اینجا و خودم میرسونم، چون اون روزا دیگه امکان تاکسی و ماشین و اتوبوس اینا نبود. به هر حال راه افتادیم. همزمان هم توی میدون یه افسر ژاندارمری رو، فرمانده ژاندارمری رو با چاقو زده بودن که فکر کنم منجر به قتلش هم شد. خیلی بگیر و ببند و شلوغ بود، ولی خب اینا برای ما همیشه سوژه بود و خودمون آماده کرده بودیم برای همه چیز. شروع کردم به دویدن و این آقا هم پای من میومد، تا اینکه بالاخره وسط راه گمش کردم و من میرفتم جلو. توی راه خب خیلی از مسائل بود، یه کارخانه مشروب سازی رو آتش زده بودن و ریخته بودن تو خیابون که بوی گند بساب الکل تمام اون منطقه رو گرفته بود، خیلی خطرناک بود روی شیشه های شکسته راه رفتن و دویدن. به هر حال من خودم رو هر جوری بود رسوندم به حوالی شهر نو و دیدم که بله خیابان ها رو بستن و نمیشد عبور کرد. البته خب ما دیگه یه خود کار کشته شده بودیم روزا که خودمون رو با چه شکلی و با چه حساب تمهیداتی برسونیم به جای. من از اونجا شروع کردم به عکاسی و عکسایی که دارم در واقع از محاصره شهر نو شروع میشه، که در واقع شهر نو رو محاصره کردن، خیابون رو بستن، جلو مردم رو گرفتن و من همینجور با زیرکی و زرنگی خودم رو رسوندم تا به یه جایی که در واقع یک خانه بود که در یک کوچه روبروی محله شهر نو بودش. اونجا پرسیدم و گفتن اونجاست و اینا محبت کردن تو این خونه، یه خانواده‌ای بودن به من و این آقا که حالا خودش دیگه به من رسونده بود دوستم، به ما جا دادن تو خونه و گفتن برید طبقه بالا، از بالا میتونید عکس و فیلم بگیرید. رفتیم و از اونجا من شروع کردم. اولین عکسایی که دارم عکسایی است که گارد ارتش ورودی شهر نو رو گرفته، استوزی دیده میشه، لمس میشه. به هر حال ما دیگه از اونجا به بعد که من اینا رو گرفتم، یک آن حس کردم که داره یه مقداری مثل این که یک حرکت هایی توی اون کوچه داره صورت میگیره، به این معنا که ارتش، من کاملا حس کردم ارتش جلو مردم رو تا یه ساعتی تا یه لحظه کاملا گرفته بود و یه حالت خشم و عصبانیت در مردم به وجود آورده بود. البته من وحشتم از این بود که واقعا جلوی مردم رو ول کنن و مردم بریزن و شهر نو رو به آتش بکشن، که البته همین قضیه هم رخ داد. من این رو از همون بالا توی خونه که بودم حس کردم و به این دوستم گفتم، گفتم بیا بریم پایین. خب البته وحشت میکرد ولی یه جوری آمد، ولی دیگه از اونجا به بعد گمش کردم دیگه. من اومدم پایین و همین کارو کرد، یعنی ارتش با کامانکار یا در واقع ماشینای ارتشی فکر کنم روسی بودن که داشتن، اینا در واقع عقب نشینی کردن و مردم رو که تا این لحظه با یه خشم غریبی چوب به دست و در واقع شاید با وسایل محترقه به دست آماده کرده بودن خودشون رو، راه دادن به این که به شهر نو حمله بکنن و حمله شروع شد به شهر نو. خب من از دور می دیدم و بعد یواشاش از نزدیک که زنهایی که در واقع خانمایی که اونجا کار میکردن در خود شهر نو نبودن، ساعت کارشون نبود، اونها در یه محله به اسم محله جمشید که در حاشیه شهر نو، یعنی در کنار خود شهر نو بود، زندگی میکردن، ولی اینجا بیشتر کلفت ها و
و پیرزنایی در واقع کار میکردن که در واقع شاید در زمان جوانیشون اینها همین شغل رو داشتن و بعد حالا دیگه کارگری و به حساب کلفتی میکردن. و حمله به اینها شروع شد که وحشتناک بود، یعنی به طوری بود که من واقعا یک دو بار سعی کردم مداخله بکنم ولی کاملا حس کردم که میگیرن میزننم و تیکه پارم خواهد که بره، که نمیشد جلوی خشم مردم رو که معلوم هم نیست این چه نوع خشمیه، اصلا درش هیچ نوع عقلانیت و در واقع خردی نبود، که البته چیزی که شاید اون لحظه نمیشد اصلا انتظار داشت. برحال حمله شروع شد، زنها رو با چوب و با هر چه ابزاری که رو دستشون بود میزدن و اینها رو دور میکردن و خونه ها رو آتش میزدن و تخریب میکردن. من تا اونجا که تونستم و واقعا در واقع اعصابم من اجازه میداد اومدیم کنار و موندیم. من دیگه در واقع از یه جایی به بعد واقعا دچار غم و غصه غریبی شده بودم، بیشتر به خاطر این زنها و پیرزنها و این که حالا چه بلایی سر اینها خواهد اومد. و دیگه یواش یواش رو به یعنی دود و آتش همه جا رو گرفته بود و بعد دیگه بعد از ظهر شده بود. خب میدونی زمستان بود، زمستان سردی هم بود، البته میدونی اون سال سال غریبی بود، برف و بارون خیلی کم بود و در واقع یه جوری هوای باری بود، ولی خب خیلی زود تاریک میشد. من آخرین عکسایی که از شهر اندو دارم در واقع گروهایی هستن، جوانهایی که مسلحن و اسلحه دارن و گروه گروه دارن خیابون را میرن و حمله میکنن به خانه ها و به در و دیوار و غیر و ذالک. و دیگه این آخرین عکس هایی که من از شهر نو دارم. ببینید خشم در اون روز در اوج خودش بود. شهر نو خب با توجه به فرهنگ ما و مذهب ما و حال مسائلی که بعد از انقلاب به خصوص رو شد و فهمیدیم، خب فرهنگ خاصیست، یعنی این محیط و این مکان که حتی آیت الله طالقانی من یادم میاد همون روز اعلامیه داده بود که نرید و حمله نکنید، حتی دعوت به آشتی کرده بود و در واقع نصیحت کرده بود که نکنن، که با این عمل در واقع نام انقلاب و نام اسلام در واقع بد بشه و لطمه بخوره. باز مردم کار خودشون رو کردن و خب همین نگه داشتن مردم و اینکه حمله نکنن و بعد ناگهان جلوی این خش رو جلوی این صد رو شکستن و حمله مردم باعث شد که به هر حال این فاجعه اتفاق بیفته. من البته یکی دو جسد رو بعدن که سوخته بودن و رو دست حمله میکردن دیدم، ولی واقعا بهتون میگم من از جایی به بعد اصلا دیگه جرأت نمی کردم، یعنی به خودم این اجازه رو نمی دادم که از این صحنه ها عکس بگیرم. یا درست البته نگاتیو نبود، مشکل پیدا می شد، حتی یادم بیاد ساعت ها بعدش توی مغازه‌ای که صاحبش مشروب خورده بود و مست کرده بود یه عکاسی بود و فریاد می زد و فحش و فضاحت می داد به رژیم، به رژیم شاه البته، دعوت شدیم ما که بریم از این نگاتیو مجانی بگیریم و واقعا چند تام به خود من داد، ولی دیگه دیر شده بود، دیگه شب شده بود و نمی شد دیگه کار زیادی انجام. شعارشون اینا چی بود یادتونه؟ شعار که عکس آقای خمینی اینجا زده بودن، مال مردم می بردن، آتش می زدن، اصلا حرف سرشی نمی شد آقا. چیزی هم می گفتن، شعاری چیزی هم می دادن؟ نه در این اینجا فقط می گفتن اسلام اسلام، گفتن اگر اسلام این است که نمی خوانی اسلام باشه. شما اینجا بودین وقتی اینجا را آتش دادن؟ نبودین؟ نخیر. خونش؟ آقا روز قتل بود تعطیل بود. تعطیل بود. تعطیل بود. آره دو روز قتل بود تعطیل بود دیگه. اونی که اینجا را آتش زد نه وجدان داشت نه ناموس داشت نه دین. فهمیدی هیچ کدی هیچی نداشت. ایرانی هم آواره کرد بیچاره. نمیدونین کی آتش زد. ولی ما نمیدونیم، ولی اگه مسلمان بود دین داشت یه مسلمان با مسلمان این کارو نمیکنه. اینجا دیدی که آتیش زد اینجا رو؟ نه من ندیدم، من وقت اومدم همه جا سو یه نکشنده. نه نمیکشم، من میترسم آقا جون قربونت. من وقتی که اومده بودم در تموم زندگی ما سوخته، حالا ما تو خرابه داریم زندگی میکنیم. سه‌شنبه صبح بود که عده ساواک حمله کردن اینجا، زدن شکوندن خودشون در رفتن، بعدم ملت خودشون ریختن بقیهشو. شما وقتی که اینجا رو آتیش زدن کجا بود؟ چهار روز اینجا رئیس پاسکا بسته بود. آها. ما تو خونه همون بودیم، یعنی رئیس پاسکا بسته بود اینجا رو؟ بله رئیس پاسکا اینجا رو تعطیل کرده بودن، بسته بودن، زندگی ما رو آتش زدن. شعارشون اینا چی بود یادتونه؟ شعار که عکس آقای خمینی اینجا زده بودن، مال مردم میبردن، آتش میزدن، اصلا حرف سرشی نمیشد. سرانجام در مرداد 58 مصادف با ماه رمضان شهر نو تعطیل و بعد از اون هم بازگشایی نمیشه و اقدام برای تخریبش
به دستور مقامات که از ابتدای انقلاب با وجود مخالفت برخی روحانیون مثل آیت الله طالقانی مصمم به جمع‌آوری و تخریب این محله بودند و همینطور توسط کمیته جنوب تهران آغاز میشه. از ابتدای انقلاب کمیته های انقلاب اسلامی با تأسیس دفتر مستقلی در این مرکز به آمارگیری از زنان شاغل در شهر نو پرداختند. پیش از شروع تخریب با مسئولان شهر نو جلسه گذاشتند و اقدام به تخریب بعد از تخلیه همه اون ساختمون ها آغاز میشه. سه روز بعد از شروع تخریب افرادی از طرف ابوالحسن بنی صدر برای دستگیری اونها به کمیته منطقه 12 اومدن که البته با وساطت سید عبدالمجید ایروانی منصرف شدند. زنان شاغل در شهر نو بعد از تخریب در مرداد 58 در کاخ حبیب ثابت پاسال که ملاحظه میکنید تصویرش رو در خیابون نلسون ماندلا یا همون جردن اسکان داده میشن. از اونجا که شهر نو به دو قسمت تقسیم میشد که یه بخشش خونه های محل سکونت زنان روسبی بود، این بخش در سال 58 تخریب نشد. این قسمت که خیابون استخ نام داشت به مرور به محل تداوم روسبیگری تبدیل شد که در سال 67 و با گزارش کمیته های انقلاب اسلامی و همچنین حکم مقام قضایی از ساکنان اونها خریداری میشه و تمام این محله تخریب میشه. بسیاری از سردسته های روسبی ها و کارگران جنسی البته در همون سال 57 هم اعدام شدن که ما البته در این محتوا سعی میکنیم به زندگی نامه یکی دوتا از اونها بپردازیم که یکی از اونها البته پری بلنده خواهد. کاباره شکوفه نو هم پس از تخریب شهر نو به مرکز ترک اعتیاد تبدیل میشه. محمود مانیان از بازاریان و زندانیان سیاسی مخالف حکومت پهلوی و یکی از مشارکت کنندگان در شورش 57 که پیش از اون در دهه 40 از بنیانگذاران مؤسسه خیریه کهریزک هم بوده و همونطور که عرض کردم پس از تخریب شهر نو فقط برای مدت کوتاهی این زنان و کارگران جنسی تونستن در کاخ حبیب ثابت پاسال بمونن و پس از اون خب اونها رو بیرون کردن از اون کاخ و بسیاری از اونها سرنوشتای بسیار تلخی پیدا کردن در غربت، در مریضی، در بیپولی و در فقر محض مردن. بسیاری از اونها دارای فرزند و بچه بودند و سرنوشت بسیاری از اونها مشخص نشد که چه شد و آمدن جمهوری اسلامی نه تنها کمکی به این کارگران جنسی نکرد بلکه باعث مرگ بسیاری از اونها هم شد. اما همونطور که عرض کردم در شهر نو یکی دو نفر از اونها دارای نام و آوازه بلندی بودند. یکی از اونها زنی به نام سکینه قاسمی یا همون پری بلنده است که فکر میکنم بارها و بارها نام پری بلنده رو شما شنیده باشید. اما قبل از هر حرفی درباره پری بلنده بهتر اول از همه کمی با بیوگرافی ایشون آشنا بشه. به جرأت میتونم دوستان در این قسمت بهتون بگم که هیچی در مورد بیوگرافی پری بلنده که ما بتونیم 100% بهش استناد کنیم وجود نداره، چه من چه هر کس دیگری که بخواد در مورد این فرد حالا تحقیقاتی انجام بده و تحقیقاتش رو با دیگران به اشتراک بگذاره. از اسم و رسمش گرفته تا کس و کارش، پیشینش، به خصوص پیشینه خانوادگیش، واقعا چیزی که بشه بهش استناد کرد در دست وجود نداره. فقط اونقدری میدونیم که میگن اسم شناسنامه‌ای ایشون سکینه است و نام خانوادگیش هم قاسمی. البته همین اسم و فامیل هم بر روی سنگ مزار پری بلنده نوشته شده. تاریخ تولد ایشون نامعلومه ولی میشه حد زد بین سالهای 1315 تا 1320 پری بلنده به دنیا اومده. محل تولدش هم باز هم نامعلومه، اما بعضیا میگن که اصالتاً پری قزوینی بوده. معلوم نیست البته از کی
پریبلنده میاد تهران و چطور پاش باز میشه به شهر نو، و بعد کلی البته بدبختی کشیدن پری تبدیل میشه به یکی از مطرح ترین و مهمترین و البته ثروتمندترین خانم رئیسای شهر نو. خانم رئیس البته لقبی بود که به زنانی مثل پری بلنده میدادن، چون کلی دختر و زن در خونه هاشون کار میکردن و سرویس جنسی میدادن و قسمت اعظم پولشون هم به جیب خانم رئیسای مثل پری بلنده میرفت. اسکندر دلدم، خبرنگار و کارمند پیشین روزنامه اطلاعات و نویسنده کتاب خاطرات من و فرح پهلوی، در قسمتی از این کتاب اینطور پری بلنده رو توصیف میکنه. پری بلنده از خانم رئیسای بسیار ثروتمند قلعه یا شهر نو بود. او زن لاغر و سبزرویی بود که در خیابون اول قلعه یا شهر نو دو تا خونه بسیار بزرگ داشت و با مقامات بالای کشور هم صمیمیتی به هم رسونده بود و حتی با بعضی از اونها رفت و آمد میکرد. یه اتومبیل شولت مدل ایمپالا به رنگ سفید داشت که هر روز صبح رانندش او رو به شهر نو می آورد و شبها پس از کار روزانه با همین اتومبیل به خونش بر می گشت. در نظر داشته باشید که پری در داخل شهر نو زندگی نمی کرد و تنها شهر نو براش محل کار و کاسبیش بود. پری که از خانم رئیسای به نام قلعه بود و بهترین دختران شهر نو تو خونه های او کار می کردن، یه پا انداز قهار بود. همونطور که در قسمت های پیش خدمتون عرض کردم، پا انداز به کسایی می گفتن که با دروغ و به اصطلاح لطایف الحیل دخترها و زنها رو فریب می دادن تا تبدیلشون کنن به کارگران جنسی شهر نو. زنانی که چون از ساعت اولیه صبح تا نیمه شب مورد سوء استفاده جنسی قرار می گرفتن، دچار پیری زودرس هم می شدن و اکثریت قریب به اتفاقشون به علت تعلمات روحی به مواد مخدر، خصوصا هروئین، گرایش پیدا می کردن و رو می آوردن و به همین دلیل هم ظرف مدت کوتاهی جوری درب و داغون می شدن که زن 20 ساله 40 ساله به نظر می رسه. توی تصاویری هم که از زنان شهر نو باقی مونده، به وضوح این درب و داغونی و از همه مهمتر عدم رعایت بهداشت و کثافت محض رو میشه دید و کاملا مشخصه. و جاشونم ته کوچه پس کوچه های خیابون دوم شهر نو که مأمن زنان هروئینی و آلوده به بیماری های مغاربتی بود. پری حتی در خاطرات خانم شمس الملوک مصاحب از سناتورهای مجلس سنا در حکومت پهلوی و خواهر ریاضیدان برجسته، یعنی زنده یاد غلام حسین مصاحب و مؤلف فرهنگ مصاحب هم حضور داره. خانم مصاحب که در سال 1358 توسط حکومت انقلابی خمینی و به دستور صادق خلخالی به علت تنها نماینده مجلس سنا بودنش دستگیر میشه و مدت کوتاهی هم در زندان حضور داشته. توی یه مهمونی در منزل زنده‌یاد سیمین بهبهانی، خانم مصاحب شروع میکنه خاطرات دوران حبسش رو تعریف کردن و میگه که وقتی وارد زندان شدم، پس از دقایقی همونطور که عادت محبوسین و رسم زندانه، زندانیای بیچاره دور من حلقه زدن و در مورد علت دستگیری و به زندان افتادنم سوال کردن. به خصوص پری بلنده که بسیار رنگ و رو باخته و مریض احوال و روحیه باخته بود، مصر بود بدون منو برای چی گرفتن. بهش گفتم من سناتور مجلس سنا بودم و به جرم سناتوری منو دستگیر کردن. پری بلنده در حالی که قیافه حق به جانبی گرفته بود و دیگر زنان زندانی که غالباً همکاران سابقش در قلعه بودن هم حرفای پری رو داشتن با تکون دادن سراشون تایید میکردن، گفت به هر حال تو یه جرمی مرتکب شدی، اما معلوم نیست ما رو برای چی گرفتن. ما از شهربانی جواز کار داشتیم و از بهداری کارت بهداشت میگرفتیم
و کار غیرقانونی نکردیم که اینطور گرفتار زندان و محبس شدیم. خانم مصاحب در ادامه میگه که این بیچاره ها که اکثرشون چند روز بعد تیربارون شدن، سناتور مجلس سنا بودن رو جرمی سنگین تر از فحشا میدونستن، اما راه اندازی خانه فساد و فریب زنان و دختران و آوردن اونها به شهر نو رو جرم نمی انگاشتن. پری در بین سالهای 1350 تا 52 دو سالی هم پاش به زندان باز میشه که البته مشخص نیست دلیل زندانی شدنش چی بوده. در همین دوران زندان پری با عاطفه جعفری، یکی از اعضای چریکای فدایی خلق، هم همبندی بوده که خانم جعفری در نقل خاطراتش به خاطره و روایتی از پری در زندان اشاره میکنه که نشان دهنده روح سرکش و فرمان ناپذیر این زن عجیبه. عاطفه می نویسه که ما به زندانیای جنایی و ضرب و جهر با چاقو و غمه می گفتیم زندانیای عادی. زنای عادی زندانی هم به ما می گفتن سیاسیا. پری بلنده زنی زیبا و با دل و جرأت و آدم قابل اعتمادی بود. زندانیان عادی یک بار که با خانم دکتر زندان بگو مگو داشتن و معترض بودن که به اندازه کافی داروی مسکن به بیمارها نمیده و البته به اونها اصلا رسیدگی نمی کنه، در میان فوشای رکیک یک بار پری بلنده از جاش بلند شد و فریاد زد خوب ما هم مثل سیاسی ها عکس شاه رو لوله کنیم بچپونیم تو فلانجامون تا به ما هم مثل اونا رسیدگی کنین. و به راستی دوستان، چه جاذبه‌ای در شخصیت این زن عجیب وجود داشت که حتی تبدیلش کرد به سوژه ادبی بعضی از مطرح‌ترین نویسندگان ایران. آنگونه که نویسنده صاحب سبکی مثل هوشنگ گلشیری، یکی از پرسوناژهای داستان بلندش، در رمان در ولایت هوا به پری بلنده اختصاص داره و پری رو اینطور توصیف میکنه: پری بلنده چه تن و بدنی داشت، پشت به او استکان رو میگذاش روی پیشونیش و ریز ریز چینای دامنش رو میلرزوند و دستاش رو در هوا میچرخوند و کمرش رو رو به او خم میکرد و حلقه حلقه موهاش میومد پایین تا پیشونیش میرسید. همچنین در نمایش نامه هاملت با سالاد فصل نوشته استاد اکبر رادی، پری بلنده نامه یکی از شخصیت‌های این نمایشنامه است که در اون از پری بلنده به عنوان شهید نویسنده یاد می‌کنه و می‌نویسه: میگن تو خیابون جمشید خیلی یارو دار زدن، گفتن قاچاقچی بودن و پا اندازای شهر نو، چند تا زنم توشون بوده، آره یکیشونو میگن پری بلنده بوده، اونم شهید شد. بماند که البته همین شهید نامیدن پری توسط اکبر رادی چقدر براش تشنج و انتقادات تند به ارمغان آورد. توی داستان کودکان خاک هم به سوء استفاده از کودکان دختر در حال گدایی توسط شخصیت داستان که پری بلنده نام داره اشاره میشه و البته چند نمونه دیگه هم هست از همین دست کارهای ادبی که نام پری بلنده توی تک تک اونها اومده، مثل خون خورده اثر مهدی یزدانی خرم، زبان لرزه نوشته ناصر نجفی، گفتگوهای زندان بچه جمشید و کتاب اسمک های زندگی، شعری از حسین شرنگ، نام پری بلنده در تک تک اینها اومده. بله دوستان، همونطور که خدمتتون عرض کردم در غروب نهم بهمن ماه 1357 عده‌ای وحشی و جنایتکار اسلامی است به شهر نو حمله میکنن و چند تا خونه من جمله خونه های پری بلنده رو به آتیش میکشن، عملی که همونطور که خدمتتون عرض کردم باعث میشه که طالقانی، آخوند طالقانی یا آیت الله طالقانی ازش انتقاد بکنه و بگه چنانچه هر مسجدی به آبریزگاه و مسترا نیازمنده است، جامعه نیز به چنین مکانی نیاز داره و به صراحت هم در اطلاعیش به زنانی مثل پری بلنده بگه که امان دارن و هیچ آسیبی به اونها نخواهد رسید. طالقانی اما چند ماه بعد مرد
و کسی برای وصایا و حرفاش تره هم خورد نکرد. پری به همراه چند نفر از پاهندازها و خانون رئیسای قلعه بازداشت شد و در تاریخ 21 تیر ماه 58 به حکم صادق خلخالی اعدام شد. البته بعضی ها بیان میکنن که پری رو تیرباران کردن و در بعضی روایت ها هم بیان میکنن که پری رو دار زدن و اعدام کردن. طبق گزارش روزنامه کیهان، صدور حکم در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی پس از چندین جلسه رسیدگی به پرونده صورت گرفته. بخشی از حکم صادره در این گزارش اومده و اینطور نوشته که به جرم یک عمر فحشا و فساد و خرید و فروش دختران خردسال و زنان گول خورده و اخبال شده و دائر کردن مراکز فحشا و اشرتکده های مختلف که موجب انحراف نسل جوان این مملکت گردیده اید، مفسد الفلعرض شناخته شده و به اعدام محکوم می گردید. پری بلنده به همراه زهرا مافی ها ملقب به اشرف چارچشم و همینطور سریا ترکه که نام اصلیش صاحب اختیاری بوده، به همراه منصور باقریان در سپید دم 21 تیر ماه 58 به قتل میرسه و همونطور که مهدی اصلانی زندانی سیاسی در دهه 60 و تابستان سیاه 67 در مقاله‌ای با عنوان پری بلنده نوشته، پری اولین زندانی زنی بوده در جمهوری اسلامی که به دست آخوندا کشته میشه. مهدی اصلانی می نویسه که اعدام پری بلنده پیام حکومت جدید به جامعه ای بود که باید کنترل میشد. خمینی از تمامی کتاب مقدس دو واژه و عبارت را تا سرحد عشق و جنون می پرستید. قتلو یعنی بکشید و النصر به رعب یعنی پیروزی در ترساندن است و میماند تکلیف ما با کسانی که مدام بر این نگاه تباه مکث میکنند که گروه‌های سیاسی آغازگر خشونت بودند و میگن که حضرت امام روی پتویی که بر زیر کال درخت سیب نوپلوشاتو پهن شده بود با چرخاندن تسبیحش مدام ذکر قتلو میگفت و خوب میدانست همه را باید ساتوری کند. زمان و بهانه اما فرصت نمیداد. جمهوری اسلامی در این حال نظامی است بهانه ساز. بهانه را که ساختی زمان زدن میرسد. خمینی به ذات نگرشی نسق‌گیر و ضعیف‌کش را با نام حکومت اسلامی بنیان نهاد. او ایران را، ایران عزیز ما را تا حد رذالت خود پایین کشید. از اعدام پری بلنده تا انداختن آفتابه بر گردن اراذل اوباش میراثی است که از او بر جای مانده و رهایی از آن به آرزویی الان دیگر 43 ساله و دست نیافتنی برای انسان ایرانی تبدیل شده. اما در این بازی نیز رسم مروت را خمینی به جا نیاورد. جمهوری اسلامی برای نسق‌گیری از جامعه ضعیف کشی پیشه کرد، مجازات را بر حس انتقام بنا نهاد و بی پناه ترین ها را از دم تیغ گذراند و پری نماد بی پناهی محض بود. زدن پری اعدام جسمیت زن و حقنه کردن جهان نگری واپس مانده ای بود که زن را پرده نشین می خواست و نه شاهد بازاری. کارد و چاقو به دستان اسلامی برای حفظ بنیان خانواده‌ای که مرادشان بود با پری آغازیدند. اعدام پری فتح الفتوح آیینی بود که بعدتر باستاب تحمیل حجاب اجباری شد. اعدام پری نماد برهنگی زنانه بود و جرم پری تنها تنفروشی بود و نه تنخری. قابل توجه آن که خدا سالاران دینخوی به قدرت رسیده اکثر قوادان و پااندازان و جاکش‌های مرد را اعدام نکردند، اما پری بلنده را چرا؟ و پری همان شیطان روایت و احادیث اسلامی بود که با جسم اغوا می‌کرد. جسم گناهکار و خارج از چارچوب خانواده را باید زد و این گونه بنیان گفتمان اسلامی را برساختند. سکینه قاسمی تنها
ده ماه بچه محل ما بود. این مکتوب شاید ادای دینی باشد به بچه محلی که دیگر نیست. بله دوستان، این چند خط آخر مقالی از مهدی اصلانی با عنوان پری بلنده بود. در مورد ایشون در این مقاله آقای مهدی اصلانی به موضوعی اشاره میکنن که علیرضا نوریزاده ردی و اثری ازش وجود داره در پیوند با پری بلنده. علیرضا نوریزاده در روایتی که در کتابش وجود داره به نحوه کشته شدن یا بهتر بگم اعدام خانم فرخرو پارسا اشاره میکنه و در این روایت تاریخی که نوشته، من نمیدونم حالا به چه دلیل، شاید برای اینکه خوانندگانش بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرن و یا هر چقدر که قصه جیمز باندی تر باشه یا پرخونتر باشه باعث میشه که نوشتش و نام علیرضا نوریزاده بیشتر مطرح بشه، حتی به قیمت جعل تاریخ. در این نوشته ای که علیرضا نوریزاده در مورد زنده یاد فرخرو پارسا به رشته تحریر در آورده، با صراحت اونچنان که خودش بیان کرده به عنوان شاهد زنده میگه که فرخرو پارسا و پری بلنده در یک تاریخ اعدام شدن به دستور خلخالی، در حالی که وقتی پری بلنده اعدام میشه هنوز خانم فرخرو پارسا رو دستگیر نکرده بودن و ایشون هنوز توسط دشخیمان خمینی به زندان نیفتاده بود. من به خاطر میارم که ما نزدیک به فکر میکنم یک سال پیش، کمتر از یک سال پیش به همین موضوع پرداختیم. آقای ایرج مصداقی به صورت کامل در یه مقاله ای فکر میکنم عنوانش این بود، علیرضا نوریزاده دایره المعارف جعلیات، یه همچین چیزی. در اون مقاله آقای مصداقی به 3-4 تا مورد از جعلیاتی که علیرضا نوریزاده به رشته تحریر در آورده بود اشاره کرده بود و سعی کرده بود با فکت های تاریخی به هر حال راستی آزمایی بکنه و به اصطلاح چرت کنم دیگه دروغ علیرضا نوریزاده رو نشون بده. اما چون به هر حال این محتوا در مورد پری بلنده است، به عنوان فصل پایانی و قسمت آخر این محتوا با هم دیگه بریم این قسمت از محتوای گذشته رو یه بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم، بریم با هم دیگه گوش بکنیم، برمیگردیم برای خداحافظی خدمتتون میرسیم. نوریزاده در یک هفته با خبر به تاریخ 9 فوریه 2007 که در روزنامه کیهان لندن انتشار یافت، در مورد تصویری که تا آخرین لحظه زندگی از صفحه دل و اندیشه‌اش پاک نخواهد شد مینویسد: تصویر دوم از آن شب تلخ در برابر شکوفه نوس. خلیل بهرامی خبر داده است که امشب بانوی فرزانه فرهنگ و آموزش کشور یعنی خانم فرخرو پارسا را اعدام می کند. آن هم با زنی از ساکنان نفرینی قلعه یعنی پری بلنده قزوینی. حتی در لحظه مرگ می خواهند آن بانوی نازنین را که هزاران دختر میهن من شاگردانش بودند تحقیر کنند. شکوفه نو خاموش است. قلعه نیز پس از آنکه چند تیغ کش نو مسلمان کمیته‌ای بعضی از خانه هایش را آتش زده اند و حاجمانیان و تنی چند از بازاری ها با انتقال ساکنانش به مراکز بازسازی روح و جسم تطهیرشان کرده اند، به جز معتادانی فرو افتاده و زنانی تا حنجره گرفتار سفلیس، از بانگ شادخاران و قوادان و اسپندی ها و مشتری ها خالی است. چند جعبه پپسی را روی هم می چینند، یک گونی بر سر خانم فرخرو پارسا کشیدند و چادر نمازی بر سر پری که روزگاری زیباترین زن قلعه بود. 3 نفر خانم پارسا را روی جعبه نوشابه ها می گذارند و تناب را از روی گونی بر گردنش می اندازند. 2 نفر از بچه های کمیته محل تناب را می کشند. تناب پاره می شود و خانم پارسا کف پیاده رو پرتاب می شود. ناجوانمردها حتی رسم اقوام وحشی را رعایت نمی کنند که اگر محکوم به مرگی نمرد بخشوده می شود. این بار سیم بوکسل می آورند با تنابی کلوفت. بانوی نازنین را که هیچ نمی گوید در همان گونی بالا می کشند و سر تناب را دور درختی می پیچند. پری گریه می کند و ناسزا می گوید:
به سرعت او را طناب انداز می کنند. دو پیکر تاب می خورد، یکی در گونی و یکی در لابلای چادر نماز. صدفان جوانی از پاسگاه بیرون می آید و فریاد می زند خجالت بکشید. کارتان را که کردید، حداقل جسد خانم پارسا و آن بیچاره پری را پایین بکشید. و آیه مستاقی اینطور ادامه میده: آنچه نوریزاده در مورد بانوی فرزانه فرهنگ و آموزش کشور یعنی خانم فرخرو پارسا می نویسد واقعیت ندارد و بافته ی ذهن اوست. نوریزاده که امروز این چنین از خانم فرخرو پارسا زنده یاد فرخرو پارسا یاد می کند و او را آن بانوی نازنین که هزاران دختر میهن من شاگردانش بودند معرفی می کند و از عزم ملایان برای تحقیر او به هنگام مرگ می نویسد، خود به شکلی رذیلانه در تاریخ چهارم تیر 58 در سرمقاله مجله امید ایران که سردبیریش را به عهده داشت در مورد زنده یاد فرخرو پارسا این گونه نوشت: بار دیگر طرفه ترفندی از آستین گروه های فشار بیرون آمده است. بار دیگر حضرات صاحب انگشت تکفیر و اتهام، آنها که روزی مداح حاکمان وقت، خودکامه بزرگ شاه و دار و دستش بودند، آنها که تصاویرشان در کنار آن مخدره وزیر آموزش و پرورش در آلبوم یادها باقی است، میبینید همان کسی را که وقتی بیم جانش میرفت مخدره مینامید و جزء دار و دسته آن خودکامه بزرگ شاه و هر کسی را که عکسی با او داشت مستوجب تکفیر میدانست، حالا که به زیر خروارها خاک سرد خفته است، بانوی نازنین میخواند و یک مشت دروغ و دغل تحویل خوانندگان بیخبر از همه جا میدهد. عکس مقاله آقای نوریزاده رو هم مشاهده می کنید، با عنوان آقا رو برای ما باقی بگذارید از مجله‌ای که خودش سردبیرش بود، یعنی امید ایران. در این روایت نوریزاده که ذره ای اعتبار حرفه‌ای در او نیست، به سان ملایان بالای منبر هر چه خاص به هم بافته است. پری بلنده که نوریزاده مدعی از خانم فرخرو پارسا به همراه او اعدام شد، لقب سکینه قاسمی، معروف ترین خانم رئیس و دلال محبت قلعه یا شهر نو تهران در دهه 50 شمسی بود. پری بلنده در 21 تیر سال 58 همراه دو خانم رئیس مشهور تهران به نامهای زهرا مافیها و صاحب اختیاری که به ترتیب به اشرف چهارچشم و ثریا ترکه معروف بودند و همچنین منصور باقریان که دادگاه انقلاب جرم او را وارد کردن مجلات پورنوگرافی و آلات تناسلی مردان و زنانه از اسرائیل اعلام کرده بود، اعدام شد. خبر آن را روزنامه کیهان در صفحه اول همراه با چاپ عکسی از پری بلنده و منصور باقریان با آب و تاب اعلام کرد که کپی آن را در روبرو ملاحظه می کنید. ژورنالیسم بی اعتبار یا ژورنالیست بی اعتبار که احترامی برای خوانندگان و بینندگان و شنوندگانش قائل نیست، در عصر اینترنت و ماهواره و ارتباطات همچون آخوندهای منبری عمل می کند و بدون شرم این جعلیات را به هم می بافد. بقیه اطلاعاتی هم که نوریزاده می دهد نادرست است. بعضی از خانه های قلعه توسط چند تیغکش نومسلمان کمیته، چنانچه نوریزاده روایت می کند، آتش زده نشدند، بلکه موضوع آتش زدن بعضی خانه های قلعه یا شهر نو مربوط به دیماه 57 است که با موضع‌گیری هوشیارانه آیت الله طالقانی مواجه شد. پس از پیروزی انقلاب، شهر نو مانند سابق همچنان به کار خود ادامه میداد و به ماموران کلانتری منطقه 15 دستور داده شده بود که از آوردن زنان جدید به قلعه ممانعت به عمل آورند. فعالیت شهر نو تا مرداد 58 بدون تعرض ادامه یافت تا
تا مرداد 58 و در روزهای اول مرداد 58 به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان به دستور کمیته مرکزی انقلاب اسلامی تعطیل شد و پس از پایان ماه رمضان نیز دیگر اجازه بازگشایی به آنجا داده نشد. پریبلنده اشرف چارچشم و ثریا ترکه که به خاطر اعلام نظر آیت الله طالقانی مبنی بر لزوم وجود شهر نو مطمئن از آینده خود همچنان بدون دغدغه مشغول اداره خانه های خود در شهر نو بودند که به یک باره با هجوم پاسداران دستگیر و پس از چند سوال و جواب کوتاه و به محض احراز هویت در دادگاه انقلاب به ریاست خلخالی اعدام شدند. پریبلنده در 21 تیر 58 اعدام شد و خانم فرخرو پارسا 8 ماه بعد از اعدام پریبلنده در 28 بهمن 58 دستگیر شد و در 18 اردیبهشت 59 اعدام شد. چگونه ممکن است این دو با هم نزدیک قلعه روبروی کابار شکوفه نو به ترتیبی که نوریزاده روایت می کند اعدام شده باشند؟ داستان پاره شدن تناب و آوردن سیم بوکسل آن هم نیمه های شب تلاشی است که نوریزاده به کار میبرد تا داستان کند شدن خنجر شمر برای بریدن سر امام حسین را که آخوندهای بی سواد بالای منبر تعریف میکنند به روز کند. با توجه به آنچه که گفتم تکلیف داستان ستوان جوانی که علیرضا نوریزاده تعریف میکند که از پاسگاه بیرون میآید و فریاد میزند خجالت بکشید، کارتان را که کردید، حداقل جسد خانم پارسا و آن بیچاره پری را پایین بکشید، بر همه روشن می شود. سکینه قاسمی مشهور به پریبلنده همان روز اعدام یعنی در تاریخ 21 تیر 58 در بهشت زهرا قطعه 41 ردیف 87 قبر 35 دفن شد. اطلاعات مزبور را که عیناً از سایت بهشت زهرا برداشتم در زیر ملاحظه می کنید. روزنامه انقلاب اسلامی مورخ 18 اردیبهشت 59 در مورد حکم دادگاه و محل و نحوه اعدام خانم فرخرو پارسا چنین گزارش می دهد. دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران صبح امروز با انتشار اطلاعیه اعلام داشت بانو فرخرو پارسا وزیر اسبق آموزش و پرورش کابینه هویدا به جرم غارت بیت المال و ایجاد فساد و اشاعه فحشا در وزارت مذکور و همکاری با ساواک و اخراج فرهنگیان مبارز از آموزش و پرورش و شرکت در تصویب قوانین ضد مردمی و وابسته کردن آموزش و پرورش به فرهنگ استعماری امپریالیسم مفسد فی الارض تشخیص داده شد. خانم پارسا در محوطه زندان اوین تیرباران شد. آن روزها دار زدن در ملأ عام آن هم در تهران اساساً باب نبود. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند در این زمینه هم رجوع کنید. خب دوستان، این قسمت اول از مقاله بلند بالای ایرج مساقی در مورد علیرضا نوریزاده بود. خیلی روشن بود و واضح بود، مخصوصا خب صحبت های نوریزاده رو براتون خوندم و اسناد و مدارکی که الان بهتون نشون دادم هم تأسف آور بود و هم نشون دهنده جریاتی که این نوریزاده سر هم کرده بود. در برگه فوتی که مشخص است و متعلق به زنده یاد فرخرو پارساست به وضوح نوع بیماری که نوشته جلوش شده اصابت گلوله و کاملا مشخصه که با تیرباران ایشون متاسفانه کشته شدن. قسمت های دیگری همین مقاله داره، حالا حتما براتون خواهم خوند قسمت های مهمش رو و سعی میکنم حالا در یک محتوای جداگانه همه این مقاله رو خدمتون تقدیم بکنم، چون نام خانم فرخرو پارسا اومد. قبل اینکه بریم ادامه اتاق و صحبت های مشتاق واحدی رو گوش بکنیم، یک وصیت نامه بسیار کوتاهی ایشون نوشتن و
من حقیقت تنهای خود احساساتی هم شدم. بریم ما هم وصیت نامه خانم فرخرو پارسا هم ببینیم و بعد صحبت های مشتاق واحدی رو. که اموال زیادی ندارم و آنچه دارم مصادره شده است. به کسی بدهی ندارم و اگر از کسی طلب دارم خود داند که آن را به فرزندان من بدهد. میدانم و وجدانم راضی است که گناهانی که در کیفر خواست به من نسبت داده شده و مواردی که ذکر شده مرتکب نشدم. جانماز مرا که تسبیح و حلقه و ساعت من نیز در آن است به همسرم بدهید که به دخترم بدهد. دادگاه بین زنان و مردان تفاوت زیادی میگذارد که امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر از این باشد. پولی را که در زندان دارم بین زندانیان قسمت کنید. مهمان گرامی ما سرکار خانم دکتر فرخرو پارسا. باید عرض بکنم که با اینکه هیچ وقت شاعر نبودن ولی همیشه از شعر لذت بردن و حتی در خانواده و سنین کودکی و جوانی همیشه سعی کردم که احساس کلام رو در شعر درک بکنم، به طوری که در شاید در سن 14-15 سالگی حافظ و مولوی رو از حفظ بودم.
خب دوستان خسته نباشید، به پایان این محتوا رسیدیم. امیدوارم که مورد رضایتتون واقع شده باشه. ما نهایت تلاشمون رو کردیم که هر آنچه که موجود هست از اسناد و مدارک در مورد موضوع مورد بحث یعنی شهر نو و پری بلنده بی کم و کاست خدمتون ارائه بدیم و بدون توجه به شایعات و حرفای مفتی که به خصوص در این 40 خورده‌ای سال که از حیات منحوس جمهوری اسلامی میگذره برای کوبیدن خاندان پهلوی و رژیم سابق به هر حال ازش استفاده میکردن در پیوند با شهر نو و افرادی مثل پری بلنده، به هر حال ما خیلی سعی کردیم که در این محتوا چنین جعلیاتی رو وارد نکنیم. در هر حال دم همتون گرم، مراقب خودتون باشید، لطف کنید که لایک کنید و با لایک کردنتون از کانال خودتون حمایت بکنید. اون دوستانی هم که میخوان به کانال کمک مالی بکنن میتونن با فشردن گزینه تنگس این کار رو بکنن. دم همتون گرم، مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون بدرود.